درود برد. سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان بسیار عزیز برنامه ما. امیدوارم که خوب باشی برد. بد نیستیم، هستیم. تأخیر داشتیم، موج هفتم تأخیر داشتیم، نگران شدیم جان. میگم تأخیر داشتیم، نگران شدیم. آره متاسفانه این اسکایپ من نمیدونم چرا روشن نمیشد، مجبور شدم دوباره بیارمش تو. دیروز هم اینجوری شد، فکر میکنم یک اختلال جدی هست، باید بهش برسیم. حالا درباره چی میخوای صحبت کنی امروز؟ حالا این هفته که هفته خیلی خیلی جالبی، دو هفته که گذشته ما اتفاقات مهمی افتاده، از اجلاس ناتو تا اجلاس جی 20 که هنوز در جریانه و اجلاس بریکس بوده و خلاصه این مسائلی که تحت شعاع جنگ اوکراین مطرح شدن الان دیگه کاملا یه سری چشم‌اندازهای میان مدت و دراز مدت به ما میدی که میخواستم رو اونا صحبت بکنم. بروز یک اندیشکده ای هست، حالا بعدا من یک گزارشی مختصری از اون رو به اطلاع دوستان میرسونم. یه اندیشکده فرانسوی هست، پیشبینی سیاسی، و پیشبینی کرده که این بحران‌ها بحران‌های متعددی هستن. اولا همه زیر سایه بحران جنگ اوکراین قرار دارن، ولی فقط اون نیست، بحران‌های زیادی هست، از بحران‌های مصیبت‌های طبیعی گرفته تا بیماری‌ها تا بحران‌های اجتماعی و سیاسی میلیتاریسم، و تشبیه کرده به یک دوره آخرالزمانی خسته کننده. جالبه، حالا بدن اون رو میخورم، ولی تو هم میخوایید در واقع نگاهی بکنی به این پیچیدگی های بحران های متعدد رو. خب یه مقدار دنیا رو ترسناک میکنه، نگران کننده میکنه برای خیلی ها که مبادا یه وقتی همیشون نشستیم با این جنگ و اینها، یه وقتی برسه به جنگ جهانی سوم. ببین جنگ جهانی سوم صرفاً و صرفاً به خاطر اینکه دو طرف مسلح به سلاح هسته‌ای هستن احتمال ضعیفه. من نمیگم احتمال صفر، سرمایه داری بعضی وقتا ممکنه تا یه جایی برسه که احساس کنه که دارن همیشه رو از دست میدن، دو طرف بزنن به سیم آخر، چو ایران مباشد تان من مباد بکنن. یعنی هیچ وقت نمیشه به طور مطلق این احتمال یک دیوانگی از این طرف رو با پاسخ دیوانگی از اون طرف که جامعه بشری رو اگرم نابود نکنه چندین قرن به عقب ببره رو هیچ وقت نباید فراموش کرد. ما کسانی رو داریم که دو تا جنگ جهانی دوم را انداختن، در مجموع 100 میلیون آدم رو کشتن، و اینا همین نوادهای همونا، یادتونه ترکیه اونا، اینا همونا. اینه که مشکلی هم الان می‌خواستم همین رو بگم، مشکلی هم که دارن اینه که اینا خودشون به روی مبارکشون نمیارن که نوادهای همونا، ولی مردم کشورهای دیگه که تأثیرات دموکراسی و آزادی ها و این چیزهای الطاف و نعمات سرمایه‌داری غربی به تنشون خورده، خب یادشون هست. حالا من بهش میرسم، سر افکار عمومی جهانی که اینا خیلی با چشمایی از حدقه در اومده خیلی متعجب میگن که یعنی چی آفریقایی ها چرا از موزه ما حمایت نمی کنن؟ یعنی چی آسیایی ها چرا این اروپای متمدن رو، این ارزش‌هایی رو که ما آوردیم رو نمیپذیرن؟ یعنی چی چرا چینی ها رهبری ما رو قبول ندارن، دارن برای ما شاخ میشن؟ این دنیا مال ماست، همه چیز ما آوردیم. حالا اینه که میگی، من پریشب یا دیشب بود یکی از این رسانه ها تلویزیونایی که فارسی زبان پخش میکنه برای ایران افغانستان یه خبری زد بود که دو تا از سناتورهای آمریکایی گفتن که روسیه رو باید از شورای امنیت اخراج کرد. حالا اون موقع دو دنده بگی، و بعد به عنوان کشور حامی تروریست در کنار ایران و کره شمالی و سوریه قرار داد. بعد من دیدم خیلی کامنت داره زیرش، حدود 270 کامنت داشت. بعد این کامنت ها رو خوندم، یک دونه بر دوا نبود که از این تایید کنه. همون گفت خود ناتو آمریکا تروریست اعظمه، که همه اغلب هم افغان ها بودن و اشاره میکردن به سیاستی که آمریکا توی افغانستان داشت و اصلا کشور تبدیل توریستایی داد که هنوز تو لیست خودش هم هستن. بر ولی سوال اون اندیشکده که گفتم، سوال نهاییش اینه که خب این انرژی های منفی که وجود داره
آیا نیروی هست که بتونه این انرژی های منفی رو جذب بکنه و یک تولدی دوباره به دنیا بده؟ به هر حال تو میخوای نگاه میکنی به دنیای امروز، چون قوایی که الان وجود داره و اتفاقا چشمانداز ادامه بحرانه. این به نظر من اون اندیشکده فرانسوی که من نمیشناسمش، من اسمش رو بگیم میرم دنبالش، خیلی پرت نگفته. واقعیتش اینه که حالت آخر زمانی وجود داره. بحرانی که الان جامعه بشری باش روبرو هست بحران چندبعدیه، مثل ایرانه. ما بحران اقتصادی داریم، اجتماعی داریم، اخلاقی داریم، محیط زیستی داریم. همه چی، هر بحرانی شما بگید الان توسط سرمایه‌داری جهانی، چون دیگه قرمش دارم گردن کسی دیگه که نمیتونم بندازن، که دیگه این کمونیستای شرور، این اتحاد شوروی نمیدونم جنگ افروز فلان اینا که پوشیدن پاشیدن رفتن پی کارشون. الان از جنگل‌های آمازون تا صحرای گوبی تا صحراهای آفریقا همه جا سرمایه‌داری هست. اونم قرمش دارم نوع نئولیبرالیش. 2001 به ما، 1991 به ما گفتن که بهشت برین رو براتون میاریم. 2001 گفتن یه خورده کارمون مونده، اونم میریم این عراق و افغانستان هم براتون درست میکنیم و دیگه شما آسوده بخوابید زیرا که ما بیداریم. خب ما الان داریم میبینیم چه جهانی رو به ما تحویل داده این سرمایه داری. آخه این چه جهنمیه اینا درست کردن؟ این چه تقسیم ثروتیه که 1% مردم به دنیا ثروت بیش از 60% 7 میلیارد آدم رو دارن؟ آخه این چه اختلافات طبقاتی که شما ایجاد کردید؟ این چه افغانستانیه که تحویل مردم افغانستان دادید؟ این چه عراقیه که شما درست کردید برای ما؟ اون چه لیبیه که برای ما درست کردید؟ دیروز تو یکی از صحبتایی که راجع به همین جنگ اوکراین بود، من با دقت گوش می‌کردم، مصاحبه می‌کرد با روشنفکرای آفریقایی و میگم این فرانسویا با چشمای از حدقه در اومده بهشون گفتن آها شما چطوری ساکت موندین؟ چجوری دارید چیز می‌کنید؟ که یکیشون گفت اتفاقا ما اصلا ساکت نموندیم. بعضی از ما اصلا از روسیه حمایت می‌کنیم. تا چشم شما کور. میگه شما میدونید چی کار کردید توی لیبی؟ همین فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، میدونید لیبی رو تبدیل کردید به زرادخانه تروریسم جهادیست؟ هر جا رو نگاه بکنی همین سریلانکا رو دیدی که همه جا، سعید جان، هر جایی که این متمدنان، این منادیان آزادی، ارزش‌های ما، من الان داشتم برای اینکه آماده کنم خودم رو با دقت و بند بند قطعنامه پایانی نشست ناتو رو میخوندم، آدم حالش به هم میخوره واقعا. یعنی واقعا آدم حالش به هم میخوره. آخه چقدر ریاکاری، چقدر دروغ، چه چیزایی رو شما میخواید به خورد مردم بدید در اصلی که اینترنت وجود داره و همه این ادعاهای شما رو میشه چک کرد. ما نیروی هستیم مدافع آزادی، دموکراسی و مطلقا دفاعی. پس این نوای من بودن که رفتن توی افغانستان به نام ناتو دخالت کردن؟ این ماها بودیم که رفتیم توی لیبی دخالت کردیم؟ این ماها بودیم که رفتیم توی یوگوسلاوی رو 90 روز 76 روز لاینقدر بمبارون کردیم؟ اینا همه یادشون میره. یکی از این متخصصین نامتعارف فرانسوی که یک کادر بسیار برجسته وزارت دفاع فرانسه بوده و الان تبدیل شده به یک ژئوپلیتیسین واقعا حاضر و متخصص خاورمیانه است به اسم پیر کونسا، اسمش رو من میگم، که ما دو تا ژئوپلیتیسین مستقل تو فرانسه بیشتر نداریم. اینا برای همه کسایی که گوش میکنن و علاقمندن به اینا، اگه میخواهید حرفایی که خلاف خط حاکم هست و این اندیشکده هایی که پولش رو وزارت دفاع فرانسه میده، وزارت امور خارجه میده و تمام کارشون اینه که بلندگوهای تبلیغاتی سیاستهای دفاعی و نظامی دولت فرانسه باشن، مثل همه اندیشکده هایی که مثل مور و ملخ همه جا هستن، مثل قارچ از زمین میان بیرون و بودجه‌هاشون رو تمام این وزارت‌های وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون میده یا وزارت خارجه آمریکا میده و در فرانسه هم همینجوری، در فکر می‌کنم در سوئد و کشورهای دیگه هم همینجوریه. اینا متخصصین هستن که در واقع قلم با مزدانن، میان و اون چیزی که بهشون گفته شده تو زرورق علمی و بی‌طرفی به اصطلاح میپیچونن و به خورد ما میخوام بدن. تو فرانسه هم دقیقاً اینجوریه. صدها اندیشکده هست، صدها نفر رو اینو میارن توی تلویزیون، همشون انگار رفتن قبلا توی یه اتاق فکر نشستن، یه سری خطوطی رو بهشون دادن، همه همون واژه‌ها رو تکرار میکنن، همون استدلال‌ها رو میدن، حتی یه ذره مثلا سایه روشن هم نداره، اینقدر گستاخانه میان میدن که واقعا میگم حال آدم به هم میخوره. دو تا ما
آدم بی‌طرف داریم که بعضی وقتا دعوتشون میکنن توی تلویزیون ها، میان اونجا و بساط اینا رو به هم میزنن و دوباره پرتشون میکنن بیرون تا چند روز یا چند هفته و دوباره اون وقت میارنشون. یکیش اسمش از پیر کونسا که یکی از کادرهای قدیمی وزارت دفاع بوده و الان متخصص خاورمیانه است و عربستان سعودی رو مثل کف دستش میشناسه، اونجا کار کرده و راجع روابط اینها و کشورهای غربی و آمریکایی به خصوص کتابای مفصلی نوشته و بعد علاقمند شده مسائل کشورهای اروپایی هم راجعش کار کرده و یه سری مسائل فوق العاده جالبی رو این میاره مطرح میکنه. یکی دیگه هم هست پاسکال بونیفاس که یکی از تنها کسانی هست که در مورد فلسطین جرأت میکنه خلاف لابی اسرائیلی حرف بزنه، برای همین حتی تهدیدش کرده بودن که اون بخش از کمکایی که ناگزیره که دولت فرانسه راجع به یه همچین به سلام مدارسی یا انستیتوهایی باید کمک بکنن، اون رو حس میکنین چون شما موازتون بیش از حد خلاف آن چیزی هست که باید گفته بشه. اینا دوتا میان و یه سری حرفایی رو میزنن و آدم کلی آدم چیز ازش یاد میگیره. تقریبا متعلق به همون مکتب فکری هستن که جان میرشایمر توی آمریکا هست. توی پرانتز هم بگم جان میرشایمر یک سخنرانی یک ساعت و خورده‌ای در دانشگاه شیکاگو کرد هفته پیش، نه دو هفته پیش، و یک ساعت و خورده‌ای حرف زد، یک ساعت خورده‌ای هم سوال جواب ازش شد. من به همه کسایی که علاقه مندن سابقه اوکراین رو و روابط ناتو با اوکراین رو بدونن با ارجاع به اسناد معتبر این مصاحبه جان میرشایمر رو گوش بکنید و یادداشت بکنید اسنادی رو که اون توش ارائه میده. به نظر من تا اینجا کاملترین و جامعترین منبعی که میشه به راحتی ازش استفاده کرد، نه اینکه حرف اول آخر میزنه ها، ولی استفاده ازش بسیار ساده است چون خیلی سریع آدرس اون چیزی رو که راجبش داره حرف میزنه میگه. تمام این جلساتی که بوده از نشست ناتو توی بخارست سال 2004 بعد 2013 2014 همه اینا رو با دقت میگه و یک منبع بسیار بسیار خوب و بی‌طرفانه برای اینکه شما نظر خودتون رو داشته باشید، نه اینکه الزاما نظر جان میرشایمر رو بپذیرید، ولی در مجموع مسائل رو مطرح میکنه که مستقل از بقیه هست و اطلاعاتی که میده اطلاعات درستیه، اطلاعات جهتدار نیست. اینی که من میخواستم از این فرصت استفاده کنم یه تبلیغی هم برای جان میرشایمر بکنم که خودش رو متعلق به مکتب رئالیست میدونه، میدونید که کسی هست که یه کتاب بسیار مفصلی رو دهه قبل نوشت و یه بمبی رو منفجر کرد توی سیاست خارجی آمریکا که کتابش این بود، اصل حرف کتابش نقش لابی اسرائیل در تدوین سیاست خارجی آمریکا بود که گفته بود برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک کشور خارجی، یک کشور سالس، نقشش در سیاست‌های ما در یک منطقه مهم و بزرگ و استراتژیک جهان مثل خاورمیانه بر منافع ملی آمریکا ترجیح داده شده. و اینو توضیح میده که اینا چجوری نفوذ کردن، این لابی اسرائیل چطوری کار کرد و تونست اینو بکنه. اسامیشون هم میده، امثال ولفوویتس و ریچارد پرل و همه اینها هم توضیح میده. کتاب قطوری هست، به فارسی هم ترجمه شده و از اون موقع مغضوب در واقع این لابی‌های حاکم است. در مورد اوکراین هم خطش با خط کیزینجر یکی هست، معتقدی که ما خودمون این رو ایجاد کردیم و این درگیری به هیچ وجه خلق سایه نبوده، از توی کله پوتین بیرون نیامده، بلکه نتیجه فشارهایی هست که ناتو و جنگ طلبترین جناهای ناتو مثل خود آمریکا، لهستان و سه کشور بالت تحمیل کردن در واقع به مردم و در اروپا و این فاجعه رو ایجاد کردن. من اینو خواستم بگم که یه سری اسامی رو خوب داشته باشیم وقتی که می‌خوایم رجوع بکنیم به اطلاعات، اگر وقت داشتین حتما نگاه بکنید و همه اینها به زبان‌های مختلف آثارشون خوشبختانه ترجمه شده. خب حالا برگردیم به این نکته که می‌خواستم بگم، اونی که باهاشون صحبت می‌کردن می‌گفتن که آخه چجوریه که این آفریقایی‌ها از ما حمایت نمی‌کنن. این کنیسا بهشون گفت شما مش که یادتون رفته که ما تو آفریقا چیکار کردیم، شما مش که یادتون رفته که تا همین دهه 60 ما مستعمره داشتیم توی آفریقا و پوست اینا رو می‌کندیم. ما تا اواخر دهه 50 و 60 توی الجزایر ناپالم مینداختیم روی مردم الجزایر. اولین کشوری که از ناپالم استفاده کرد آمریکا تو ویتنام نبود، ما بودیم فرانسوی‌ها تو الجزایر و مینداختیم رو کله اونا. حالا میخوای که این کشور وقتی که ما یه درگیری داریم، یه منافع درازمدتمون تحت خطر قرار گرفته با کشوری مثل روسیه، اینا مثل سربازان وفادار بیان بگن که
یس جنرال، هر چی شما بگید ما همونه. گذشت اون دوره، الان دنیا چالش جدیدی پیدا شده. آمریکایی‌ها یک فرصت تاریخی رو در دهه 90 و اوایل دهه قرن 21 برای اینکه هژمونی خودشون رو بر اساس مذاکره با دیگران، بر اساس رعایت منافع دیگران به جلو ببرن از دست دادن و الان یک چالشی براشون ایجاد شده به نام چین از یک طرف که گلوباله، جهانیه، و روسیه از طرف دیگه که منطقه‌ایه. اون وقت مثال‌هایی که باید زد، حالا صحبت خودمون رو ادامه بدیم. پاسکال بونیفاس هم همین حرفا می‌زنه. یعنی تو هر جا که ازش می‌پرسن که ما متعجبیم در اینکه این چه اتفاقی افتاده، خیلی مثال جالبی زد. گفت شما یادتون میره که درست موقعی که توی آفریقا ما داشتیم استثمار می‌کردیم، استعمار می‌کردیم، ما از دولت آپارتاید حمایت می‌کردیم، ما تو آنگولا از رژیم دست نشانده حمایت می‌کردیم، در آفریقای جنوبی که هیچی، در زیمبابوه ما رودزیا داشتیم و از دولت سفیدها حمایت می‌کردیم. همون موقع اتحاد شوروی و کشورهایی که متحدش بودن همه جا از جنبش‌های آزادی بخش حمایت کردن. کوبایی‌ها رفتن استقلال آنگولا رو در مقابل تهاجم نیروهای نظامی آفریقای جنوبی نجات دادن. شما فکر می‌کنید که مردم این کشورها حافظه ندارن؟ فقط ما این که حافظه داریم؟ نمیتونیم اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم؟ و خیلی برای من جالب بود، برای اولین بار واژه میراث اتحاد شوروی در آفریقا رو شنیدم. همچین چیزی رو من توی بحث‌های تلویزیونی نشیده بودم. و اینا هم پیر کونسا، هم به خصوص پاسکال بونیفاس این رو با وضوح و با آمار آوردن. گفتم آقا درست همون موقع اینا داشتن حمایت میکردن از اینا. گفت شما چه تعجب کردین که وقتی ماندلا رئیس جمهور آفریقا شد و آپارتاید در هم کوبیده شد در آفریقای جنوبی، اولین سفرش رو ماندلا به کجا کرد؟ رفت کوبا. سفر دومش کجا کرد؟ رفت لیبی پیش قذافی که الان نیست. گفت چی گفت؟ بهش انتقاد شد. گفتن آقا تو پا شدی رفتی دو تا از کشورهایی که دیکتاتوری های خشن و فلان اینا هستن. گفت اون یه مشکل دیگه است، واسه من چیز دیگه است. موقعی که ما توی زندان های سیاه چال های آپارتاید بودیم، موقعی که مبارزین کنگره ملی آفریقا رو شکنجه میکردن، لینچ میکردن، ما رو دست دست به گلوله میبستن، کی پشت ما وایساد؟ یک اصطلاح خیلی جالبی بود، در گرماگرم مبارزه، in the heat of struggle، این این اصطلاح به کار بود، کی پشت ما وایساده بود؟ شما؟ شما با آپارتاید بودید، کوبایی ها بودن بیش از همه، و بعدم قذافی. ما باشون مشکل داریم سر سیاست‌های داخلی که دارن، ولی تا اونجایی که به ما مربوط میشه و تا اونجایی که به مسئله مبارزات آزادی بخش میشه، این دو کشور تا کنار ما وایسادن. فقط هم اونا نبودن، ولی اصلی ترین نقش کوبایی‌ها ایفا کردن برای ما و بلوک شرق که به هر کی به شکل خودش. همه این یادآوری‌ها برای این بود که نشون میداد که یه تحولی در افکار عمومی این کشورها اتفاق افتاده و علارغم تمام و نکته دیگه‌ای که این دیگه این دوتا نبودن، یا کسای دیگه مراتب چندین بار مطرح کردنی که بچ میگه ما یادمون میره که وقتی هم که به این کشورها استقلال داده شد یا استقلالشون گرفتن، ما فاسدترین آدم‌های ممکن رو که دست نشانده ما بودن و غارتگری می‌کردن منافعمون رو به نفع منافع ما، مثل کسایی که توی آفریقای مرکزی آوردیم رو کار، توی مالی آوردیم رو کار، توی ساحل آج آوردیم رو کار، اینا کسانی بودن که آدم‌های توتال بودن در اون منطقه، منافع نفتی و گازی و منافع زیرزمینی این کشورها رو به نفع ما مصادره می‌کردن و می‌دادن. و نئوکلونیالیسم ما اینجا آوردیم. یک سیاستی هست در فرانسه بهش میگن فرانس افریک. فرانس افریک یعنی ادامه سیاست‌های استعماری گذشته به شیوه نو تا دوره آقای شیراک هم با قاطعیت و با در واقع در ملأ عام ازش دفاع می‌شد. وقتی اوضاع خیلی خراب شد، خود شیراک اولین کسی بود که گفت فرانس افریق دیگه تموم شده، ما روابط متعادلی میخواییم برقرار بکنیم، که از اون حرفایی بود که شیراک زیاد میزد و به قول خودش این ادعاها فقط کسی رو متعهد میکنه که باورش بکنه. فرانس افریق امروز هم ادامه داره، ولی دیگه زورشون نمیرسه. زورشون چرا نمیرسه؟ برای اینکه تو این فاصله قدرت نظامی و اقتصادی های دیگری در آفریقا دخالت کردن و روس‌ها به خصوص به لحاظ نظامی نفوذ زیادی پیدا کردن در این منطقه و دارن کمک میکنن به طور فعال که اینها علیه جهادیستا معامله بکنن، چون برخلاف اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از یه دست اسلحه نمیدن به جهادیستا، از اون طرف باشون مبارزه بکنن.
از اون طرف لیبی ایجاد نمی‌کنن که بشه زرادخانه جهادیستا و از این ور بگم ما میریم مالی که با جهادیستا مبارزه بکنیم، و باعث شده که افکار عمومی به نفع اینا تغییر کرده و به خصوص روسا با سوء استفاده هر چه بیشتر و باید گفت ناجوانمردانه‌ترین شکلی از میراث اتحاد شوروی در اونجا هم به نفع خودشون دارن استفاده میکنن. هیچ رابطه‌ای بین سیاستایی که روسیه پوتین الان در آفریقا داره دنبال میکنه و سیاستای کاملا استعماری و نو استعماری امپریالیستی هست و سیاستایی که اتحاد شوروی داشت، هیچ رابطه‌ای بین هم دیگه وجود نداره. ولی متاسفانه این استفاده در ازش میشه و اون میراث اتحاد شوروی به عنوان کمک استقلال به استقلال این کشورها در مقابل رژیم‌های آپارتایدی که اینجا اونجا وجود داشته الان داره ریخته میشه رژیم روسیه. و افکار عمومیان دیدم حتی یه دونه از کسایی که توییت زده بود رفیق پوتین بهش میگه، خب این سوء استفاده است. این یک بار متاسفانه این داره صورت میگیره و بعضی از چپ‌ها هم چون موازنه درستی در مورد مسئله اوکراین نگرفتن و جناح به جای اینکه خصلت ارتجایی از دو طرف رو یادآوری بکنن حمایت کردن از اسم جنگ ضد نازی از پوتین و غیره، به این دامن میزنه و متاسفانه به نفع سیاست‌های پوتین و به نفع میشه که افکار عمومی اروپا آفریقایی سوق پیدا بکنه به حمایت از روسیه، و در حالی که سیاست درست بی‌طرف موندن به یک معنا و محکوم کردن این تجاوز است که به هر حال تجاوزی است امپریالیستی. هیچ کسی که سیاست آمریکا در عراق و افغانستان را محکوم بکنه نمیتونه سیاست روسیه در اوکراین محکوم نکنه. خصلت ارتجاعیش رو باید یادآوری کرد در هر دو طرف و اینکه ناتو چیکار میکرد. حالا این نشست اخیری که ناتو داشت و مسائلی که روش مطرح کرد نشون دهنده این است که بحران شدت پیدا خواهد کرد، چون در بند 8ش بیانیه پایانی ناتو در اسپانیا همین جوانه گذشته میگه فدراسیون روسیه مهمترین و مستقیمترین تهدید به امنیت متفقین، صلح و ثبات در صحنه یورو آتلانتیک است و میگه باید بزنیمش، باید بکوبیمش، باید داغونش بکنیم، اقتصادش رو خراب بکنیم، نیروی قدرت نظامیش رو در درگیری با اوکراین، اون جمله معروف تا آخرین اوکراینی باید جنگید تا ارتش روسیه در اینجا ضعیف بشه. این نشون میده که بحران اوکراین با بالا خواهد رفت نه اینکه تخفیف پیدا کنه. در بند 13ش میگه سیاست‌های اعلام شده، جاه طلبی‌ها، سیاست‌های زورگویانه و منافع زورگویانه جمهوری خلق چین منافع، امنیت و ارزش‌های ما را تهدید می‌کند. جمهوری خلق چین دامنه وسیعی از ابزار سیاسی، اقتصادی، نظامی را به کار می‌گیرد تا تأثیر جهانی و پروژه جهانی خود را افزایش دهد، در حالی که درباره استراتژی، اهداف و افزایش قدرت نظامی خود به کلی پنهان و ساکت مانده است. خب در دو بند دو دشمن رو مطرح می‌کنند و در بندهای دیگه راه‌های مقابله با اون رو مطرح می‌کنند. یعنی اینکه ما تا آینده قابل پیش بینی با تشدید بحران و تشنج در منطقه آسیای جنوب شرقی و مسئله تایوان و در اروپا با مسئله اوکراین روبرو هستیم و این نشستی که ناتو یاداشتن به هیچ وجه سیاست تخفیف درگیری ها و پیشنهاد مصالحه نیست، بلکه جنگ شاخ به شاخ به اونها رو پیش بینی کردن. اما اتفاقی که درست همون موقع افتاد و تشکیل اجلاس بریکس بود، برزیل و روسیه و چین و آفریقای جنوبی که با هم دیگه جمع شده بودن و هند، همزمان با ناتو درست موقعی که ناتو اونجا جلسه داشت با هم دیگه گل و بلبل میگفتن، با هم دیگه تبریک میگفتن که ما یه قدرت جدیدی شدیم و مسئله پیوستن کشورهایی مثل ایران و آرژانتین رو هم بررسی کردن و اتفاقا کشورهای دیگر هم دعوت کرده بودن. و خلاصه جلوی چشم ما اون چیزی که چند سال من تو صحبتام دارم میگم، اگر بینندگان و شنوندگان یادشون باشه چند ساله من دارم میگم که پایه‌های هژمونی بلا منازع آمریکا و متحدینش داره آرام آرام فرو می‌ریزه، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ نیازی نظامی. چالش‌هایی که در مقابل اینها هست رو اینا پاسخوبش نیستن و این قدر قدرتی که آمریکا نشون میده و این حملاتی که میکنه نشان دهنده قدرت بلا منازعش نیست، بلکه آخرین تلاش‌های یک قدرت هژمون، یک قدرت برتر هست که میخواد جایگاه خودش رو حفظ بکنه. این علارغم اراده اون و علارغم سیاستهاش داره فرو میپاشه و
هژمونی به نامنازش داره کاهش پیدا میکنه و ما وارد یک جهان چند قطبی داریم میشیم. تو این دو سه هفته ای که داریم میبینیم، تو این دو ماهی که جنگ، سه ماهی که جنگ اوکراین هست، ما داریم نتایج این رو میبینیم. چند قطبی شدن جهان رو داریم میبینیم، فروپاشی قدرت بلامنازه آمریکا رو داریم میبینیم. بازم برای کسایی که خیلی علاقه‌مندن، من شما رو رجوع میدم به یک مقاله‌ای که به فارسی هم ترجمه شده، فروپاشی نامرئی هژمونی دلار، فکر می‌کنم به این ترجمه شده، که یه چیزی هست که توی خود صندوق بین‌المللی پول در اومده و نشون میده که در 20 سال اخیر چطور سهم دلار در بازار جهانی دائما رو به کاهش بوده و در چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته و این تحریم‌های یک جانبه‌ای که آمریکا کرده روی کشورهای مثل ایران و الان هم روی روسیه با و به خصوص در مورد ایران که قابلیت و کارایی بسیار بالایی از خودش نشون داده، درختی هست که جنگل رو پنهان میکنه. یعنی قدرت نفوذ این تحریم‌ها در کشورهای مثل ایران باعث شده که همه فکر کنن که دلار همون قدر قدرتی سابقه داره. دسته که اینطوری به هیچ وجه نیست و این سراشیبی که این وارد شده بدون انقطاع و بدون جهش رو به بالا همونطور رو به کاهش بوده. و از اونجایی که یورو هم نتونست خودش رو به عنوان نرخ ارز جایگزین معرفی بکنه، اونم همزمان با افت دلار رو به افت بوده و ذخیره‌های اونم حتی کاهش پیدا کرده. در مقابل ذخیره‌های ملی و به خصوص یوان چینی و تا حدودی روبل روسی مقداری جا برای خودشون باز کردن و اون حربه مبارزه اقتصادی و این سوء استفاده‌ای که آمریکا از دلار میکنه که قدرت مداخلش و قدرت خرابکاریشو در واقع در سطح اقتصاد جهانی به طور غیر مترقبه و بی تناسب با جایگاه واقعی اقتصادی آمریکا بالا میبره و آخرین سلاح برنده‌ای هست که در دست آمریکا هست، اونم داره کاهش پیدا میکنه و این تو این 20 سال، درست تو این 20 سالی که آمریکا اینقدر قدرتیاره کرد و این لشکرکشیاره کرد، هم دائما رو به کاهش بوده و الان ما میبینیم که کشورهای اروپایی و آمریکایی دیگه حتی قادر نیستن که جلوی دعوت شدن روسیه به جی 20 رو بگیرن، به گروه 20 که الان در اندونزی هست. اینها تمام فشارهای دیپلماتیک، سیاسی، هر جوری که شما فکر بکنید، تهدید، گفتگوهای دوگانه، سگانه، چندگانه رو کردن که اندونزی روسیه رو دعوت نکنه به گروه 20. نه تنها دعوت کردن، بلکه گفتن که در نشست ماه نوامبر هم از پوتین دعوت خواهند کرد. چون میگه نشست امروز که در حال جریانه نشست وزرای امور خارجه است و لاوروف هم در شرکت کرد جلوی دوربین و با همه هم اونایی که میخواست سلام علیک کرد، قطعا مذاکرات خودش هم کرده و در دو سه بار هم که رئیس وزیر خارجه اوکراین و وزیر امور خارجه آلمان سخنرانی میکردن جلسه رو به اعتراض ترک کرد. و این مسئله همین که روسیه دعوت شده باقی بود و همین که بقیه این کشورها علارغم که در مدار غربی ها هستن حاضر نشدن بپذیرن که سیاست اروپایی ها و آمریکایی ها رو پیاده بکنن نعل به نعل و مثلا انزوای روسیه رو در جهان دیپلماسی در جلوی افکار عمومی به نمایش بگذارن، یه شکست بزرگ برای دیپلماسی غرب هست. و اینها واقعا باید در روابطشون با کشورهایی که سابقا مستعمره شون بوده و الان تحت نفوذشون هست باید واقعا تجدید نظر بکنن. این خیلی نکته مهمیه که تمام کشورهای سابقا مستعمره فرانسه در آفریقا و تمام دولت‌های دست نشانده فرانسه حتی که هنوز هستن مثل ساحل عاج، اینا حمایت نکردن به طور یک جانبه از سیاست‌های فرانسه و ناتو در مورد روسیه و این تو چشم اینا در واقع یه نارنجک منفجر شده الان جلوی چشم اینها. از طرف دیگه یه نکته دیگه ایران باید دید، در اجلاس گروه 7 یکی از بنداش رو باید با دقت نگاه کرد. تا چند وقت پیش این فقط سیاست راه ابریشم جدید چینی ها بود که سرمایه گذاری در بخش تولیدی، در بخش بنادر و به اصطلاح روبناهای استراتژیک رو پیش می برد و یک تازی چین در 15 سال اخیر باعث شده که جایگاه بسیار ویژه‌ای رو پیدا بکنه و میدونید دیگه که این راه ابریشم نو که با امضای 43 تا کشور فرو شده بود الان از مرز 130-140 هم گذشته و اون حجم کوچیکی که اولش بود زد در 10-15 شده.
یعنی قدرتی که این برنامه داره به چین میده، اصلا اینا خود چینی ها خوابشو نمیدیدن و این غفلتی که در واقع آمریکایی ها کردن و اروپایی ها به دنبال اون، که مسئله صدور سرمایه رو به بدترین شکلش، یعنی به صورت وام بدهی و دادن بدهی وام به کشورها که برای اینکه وام خودشون رو پرداخت بکنن و بیشتر و بیشتر این کشورها رو در دام بدهی فرو بردن، الان مثل توف سربالا برگشته روی خودشون و اینکه اینها این سرمایه گذاری ها رو در ظرفیت های تولیدی به کار نبردن. به هیچ وجه در هیچ کجا، من یک بارم تو صحبت خودم گفته بودم، به جز چین اتفاقا در سه دهه اخیر اینا در هیچ کجا ظرفیت تولیدی ایجاد نکردن و این وام ها به شکل سرمایه ربایی که فقط از سودش بخواستن استفاده بکنن بهش برخورد شد. امروز برای اولین بار بعد از سه دهه در کنفرانس G7 مطرح شده که ما 600 میلیارد دلار در 5 سال آینده را برای کاهش فاصله سرمایه گذاری غربی ها با دیگران، اینجا دیگه اسم نمیبرم، با دیگران چون کسشنه که بگن چین و روسیه مثلا، با دیگران ما از بین خواهیم برد و این 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید بازم میشه یک عرصه جدید رقابت اقتصادی بین بلوک غرب و قدرت فزایندهی که چین داره و اون نفوذی که اونجا داره. ولی این که اینا بهش توجه کردن و این که در G7 این رو ذکر کردن و تعهد کردن که 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن در بخش تولیدی و خدماتی و از قرار دیگه قرار نیست که اون خصلت رباییش فقط غالب باشه مثل بلایی که توی آمریکای لاتین آوردن که هنوز که هنوزه این مردمش ازش نه تنها از چنگش رهایی پیدا نکردن بلکه برای چند نسل بدهکار هستن، اون رو مثل اینکه میخوان تغییر بدن و این هم ناشی از رقابت فزاینده و فشار فزاینده هست که سرمایه گذاری های چینی بهشون وادارشون کرده بکنن و الا ابتکار عمل رو خودشون نداشتن، در واکنش به سیاست‌های چینی دارن نشون میدن. این بازم ثابت میکنه که منبع قدرت و جایگاه قدرت و تقسیم کارت‌ها در سطح جهانی تغییر کرده و اینها ناگزیر هستن، شوخی نیست. گروه هفتن، هفت کشور ثروتمند جهانی که واکنش نشون میدن در بیانیه‌های خودشون به سرمایه‌گذاری‌هایی که چینی‌ها دارن میکنن و این مسئله باعث میشه که متاسفانه اینو بعد اول اصلا چیز نتیجه گرفت. تشنج اقتصادی و رقابت اقتصادی بین اینها هم باز هم بالاتر خواهد رفت و این مسئله هست که اون وقت خیلی هم جالبه که شما نگاه میکنید ببینید که گفتن ما تعهد میکنیم که گرمایش زمین رو هم باش بهش برخورد بکنیم، ما میریم به طرف انرژی پاک، ما میریم به طرف فلان، وقت نگاه کنید که با قطع گاز و نفت که در با روسیه دارن میکنن، کارخانه های زغال سنگ خودشون دارن میارن، مسئله انرژی هسته‌ای دوباره در دستور کار قرار گرفته و همه اینها، یعنی یک تناقضاتی رو دوچارش هستن که هر چقدر توش دست و پا میزنن باسم بیشتر اینا رو مثل تار عنکبوت تو خودش نگه میداره. خلاصه کلام، وقتی شما به بیانیه‌های پایانی ناتو و G7 از یک طرف و بریکس از اون طرف نگاه میکنید، متوجه میشید که ما وارد یک جهان چند قطبی شدیم که مناسباتشون در بالاترین سطح تشنج هنوز نیست، وارد دوران تشنج شده، ولی باید منتظر بود که این تشنجات بیشتر بشه نه کمتر و بحران اوکراین فقط نقش کاتالیزور رو ایفا کرد و سرعت داد به این مسئله که ایجاد شده و در مقابل چشمان بهت زده افکار عمومی اروپایی ها، چون اینا قبلا خیلی هم جالبه، من اینو میگم و تموم میکنم به عنوان مزاح میگم، تا چند وقت پیش خبرنگارها و گزارشگرای تلویزیون فرانسوی میگفتن جامعه بین‌المللی روسیه را محکوم کرد، جامعه بین‌المللی در حال کمک به اوکراین، جامعه بین‌المللی کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین فرستاد. الان وقتی که همه‌شون توی سایتایی که اینا این حرفا رو می‌زدن زیرش این کامنتارا رو کردم نگاه می‌کرد، متوجه می‌شد که همه دارن بهشون میگن کدوم جامعه بین‌المللی، کی گفته که همه با شما موافقن، چرا آفریقا رو نگاه نمی‌کنید، چرا آمریکای لاتین نگاه نمی‌کنید، مگه کر بودید که ببینید لولا توی برزیل چی گفت، کسی که به احتمال زیاد دوباره رئیس جمهور برزیل خواهد شد، مگه اون کسی نبود که گفت هم روسیه هم ناتو هم زلنسکی، شخص زلنسکی مقصر از در این فاجعه‌ای که برای اوکراینی‌ها الان در جریان است. خلاصه کلام این که وضعیتی ایجاد شده که تشنج بیشتر، باز هم بیشتره و این کمیونیتی اینترنشنال کمیونیتی دیگه خودشون هم دارن میگن چی، وسترن کمیونیتی، یعنی جامعه غربی، دیگه این واژه جامعه بلومنه و داشتن، این به نظر یه سمانتیک و زبانی میاد و
ولی فوق‌العاده مسئله مهمیه. تا همین چند سال پیش اینا به راحتی به خودشون اجازه میدادن که هر تصمیمی که آمریکا و اروپا بگیره به اسم تصمیم جامعه بین‌المللی به خورد مردم بدن. این واژه جامعه بین‌المللی از دهن اینا نمی‌افتاد. جنگ اوکراین و اوضاعی که در تایوان الان هست و تا این افکار عمومی پراکنده‌ای که اینجوری شکل گرفته باعث شده که حتی به لحاظ سمانتیک اینها مجبور باشن از این بحث صحبت از این بکنن که جامعه غربی نه جامعه بین‌المللی. این نشان دهنده قدرت غربی ها نیست، نشان دهنده ضعفی هست و وضعیت ضعیفی هست که امروز درش هستن و طبیعتاً برای بازپس گرفتن جایگاه خودشون اینها تشنج‌های جدید رو ایجاد کردن. به این راحتی که دست بر نمی‌دارن، قطعاً ما به سمت تشنج هر چی بیشتر می‌ریم. بروز البته اینا قدرت خودش رو نشون میده در جاهای مختلف. مثلا همین نگاه کن به جام جهانی فوتبال زنان که اکنون در انگلستان در جریان هست، خب روسیه رو حذف کردن. یا تنیس ویمبلدون، اونجا مرد شماره یک تنیس جهان مدودف رو راه ندادن. در واقع اینگونه اشاره میکنن، نشون میدن که قدرت کجاست دیگه. یعنی این کار رو دارن میکنن در این دو تاست. اینی که تو گفتی دو تاست با هم یکسان نیستن. یکی حذف روسیه از جام جهانی فوتبال است که بین‌المللی خیلی مهمه. یکی ویمبلدونی که ما دولت انگلستان، اون اصلا اهمیت نداره. ویمبلدون هیچ ربطی به فدراسیون جهانی تنیس نداره. تصمیم ویمبلدون رو فدراسیون تنیس انگلستان میگیره. البته اتحادیه تنیس شکایت کرد. نظر بده روش. ولی این درسته. یعنی روس‌ها عقب نشینی مفتزانه‌ای کردن توی جام جهانی. حتی من فکر می‌کردم که یک ضد حمله ای رو اینا سازمان بدن، ولی دست بالا رو در فدراسیون بین‌المللی فوتبال اروپایی‌ها دارن. این تردیدی درش نیست. و از این زاویه این تصمیم‌ها رو اروپایی‌ها حقنه کردن در واقع به بقیه و نشون دادن. اینه ببین، من که میگم اینا تضعیف شدن، نمیگن که خل سلاح شدن که. و به جمله آخر اون توجه بکن، گفتم اینها برای بازپس گرفتن این موازی از دست داده تشنج بیشتر با خودشون خواهند آورد، چون دستشون به هیچ وجه خالی نیست. ما وارد دوران تلاطم و جنگ قدرت‌هایی، هنوز پایان بازی روشن نیست. یک چیز فقط روشنه، دوران یک کتازی آمریکایی ها و متحدین اروپاییش تموم شد. تو خود اروپایی ها میدونی که اختلاف زیاده. حالا بروز در پایان، چون وقت اونم تموم شده. درست. ما با یه پدیده‌ای در نظم جهانی روبرو هستیم. معمولا بحرانهایی که پدید می اومد یا بیکاری بود، بیکاری به شدت افزایش پیدا می کنه. ما الان با یک بحران توامان روبرو هستیم. یعنی نظم جهانی در کشورهای مختلف هم بیکاری هست، چون آمار بیکاری یه ذره کاهش پیدا کرده، بیکاری ها همچنان هست. از طرف دیگه نیاز به نیروی کار، یعنی این توامان هست. خیلی از کشورها از آمریکا گرفته تا جای دیگه میگن نیروی کار نیاز دارن. روست. توی اروپا هم به همچنین این دوتا همزمان شده. در کنارش با اون رکود و تورم توامان هم روبرو هستیم دیگه. این هم یک پدیده هست دیگه. این یعنی قبلا نبود، یکی از این دوتا بوده. حالا رکود تورم در سالهای گذشته هم بوده در توی بحرانهای قبلی سرمایه داری، ولی این بیکاری و نیاز به نیروی کار همزمان، این چجوری قابل توضیحه؟ خب این به خصوص بر کشوری مثل آلمان که به حدی رسیده که رسما اعلام کردن میخوان نیروی کار ماهر وارد بکنن و این نتایج انقلاب صنعتی سومه. و اینکه این نتیجه انقلاب صنعتی سوم اینه که یه سری از کارهای ساده رو از بین برد و یا باعث شد که کشورهای غربی که مرکز اون بودن منتقلش بکنن به کشور چین. این یادمون نره نقشی که چین ایفا کرد هم در سلطه جهانی شدن نئولیبرالی و هم در اینکه بخش مهمی از کارگران ساده در اروپا برای همیشه بیکار شدن و در آمریکا همونایی که پایه ترامپ بودن و الان هم اینجا هستن. اینا کسایی هستن که بعضیشون واقعا به حاشیه تولید رانده شدن در اثر این مسئله توامان. انکشاف نتایج انقلاب صنعتی سوم و کاربست ربات‌ها و اتوماتیسم به طور کلی از یک طرف و ایجاد ورود 300 میلیون کارگر ارزان چینی در یک ده و نیم به بازار کار جهانی که کمر این ور رو در واقع شکست. الان اینا با چالشی چون روبرو شدن، میخوان برگردونن یه سری از کارخونه‌ها رو کشورهای خودشون.
و اتفاقا فکر میکنن که با برگردوندن این کارخونه ها هست که میتونن دوباره چرخ تولید توی کشورهای خودشون ایجاد کنن. چون همین نکته که گفتی خیلی نکته مهمیه، ما بعد 3 دهه یا 4 دهه حتی با رکود و تورم توامان روبرو هستیم در این کشورها. ما فکر میکردیم که رکود و تورم مختص کشورهای مثل ایرانه که این دوتا همه با هم هستن. نه، الان میبینی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این دست و گل با آب میده و این اتفاق داره میفته. و این مسئله اینجاست که دستگاه آموزشی این کشورها و تعداد کسانی رو که باید کارگر ماهر میشدن رو حتی در کشور آلمان الان به نظر میرسه که شاگرد اول اینا هست، یعنی معروفه که در آلمان تربیت کارگرهای نیمه ماهر و ماهر از کارایی بسیار بالایی بودن. فرانسه یکی از مشکلات دائمیش بوده که اینجا در فرانسه کلی ما دیپلمه دانشگاهی داریم در رشته‌هایی که به درد صنعت مثل اصلا نمیخوره و اینها نتیجهش این میشه که الان وقتی شما یک فروشگاه بزرگ میرید اگر هنوز تبدیل نشده باشه به ماشین خودکار، کسی که اونجا نشسته پشت صندوق و شما دارید جنس ازش میخرید لیسانس تاریخ داره، لیسانس جامعه شناسی داره. یه پدیده خیلی چیزی هست و این دستگاه تولیدی سرمایه‌داری به خاطر انتقال این بخش بزرگی از نیروی کار ساده به چین و اینکه اساساً بخش مهمی از این اقدامات در چین صورت میگیره دچار یه بحران ساختاری شده و اینها در کوتاه مدت نمیتونن بهش جواب بدن و الان وقتی میخوان این استرا کارخونه رو برگردونن اینجا با مشکل نیروی کار رو برو هستن. نیروی کار ماهر در این کشورها کافی نیست و این احتیاج به زمان داره، ولی این رو میتونن. یعنی این چیزی نیست که اینا از پسش برنمیان. با ترکیب توامان غارتگری مغزهای کشورهای دیگه، مثلا مهاجرت خبرگان و الان مهاجرت نیروی کار ماهر، فقط هم نه خبرگان، نیروی کار ماهر و بالا بردن این دستگاه‌های به اصطلاح تولید کارگر ماهر، این را حل می‌کنن. اون چیزی که ما توش هستیم اینی که اشکالی که الان وجود داره، من تموم می‌کنم، می‌دونم وقت رو تموم شده، اشکالی که برای اینها وجود داره اینه که همه منتظر یک موج بلند رونق سرمایه‌داری بودند، حتی اقتصاددانان مارکسیست با انقلاب صنعتی سوم و نتایجش در امر اطلاعات و ارتباطات راه دور، ولی این اتفاق نیفتاد و اون موج بلند رونقی که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به خاک نشست، هنوز یک اتفاقی نیفتاده که این رو بتونه بلند بکنه که مشکلات ساختاری اینها رو برای یک دوره دوباره حل بکنه. این مشکلی هست که سرمایه‌داری توش هست. من توی یکی از صحبتایی که می‌کردم رفته بودم روی مسئله باروری کار. مسئله باروری کاری که شاخص‌هایی که نشون دهنده رشد یا رکود در این کشورها است و واقعا تعجب و شگفتی هرچ تمام‌تر من دیدم که در 15 سال اخیر، خب توجه کن، در 15 سال اخیر رشد باروری در آمریکا و اروپا حول صفر بوده، در صورتی که در دورهای قبل 2-3% سالانه بوده. خیلی مهمه و این حول صفر بوده و در کشورهایی که مثل فرانسه منها بوده، منهای 0.3. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که بحران ساختاری که اوجش رو ما توی 2007-2008 دیدیم هنوز تموم نشده توی این کشورها و سرمایه‌داری زیر سلطه هژمونی مالی نتونسته شکل انباشت جدیدی رو ارائه بده که از پس این بحران بر بیاد. این به این معنی است که نمیتونه ارائه بده، فعلا نتونسته و این نکته که تو گفتی رو با دقت باید بیاری رو زیر ذره بین گذاشت. بسیار ممنون بهروز، روز روزگار بر تو خوش. درود بر تو. که ما تا 2 هفته دیگه که میشه آخرین چیزی که ما توی تابستون داریم در تعطیلات تابستونی ما شروع میشه. بله، تعطیلات تابستونی شما هم درود بر تو. مرسی، ممنون.